دیگه. پاشم تا دیر نشده میرو درست کنم دیش. باش همم تنیر روش تنیر که تنیر چه جا به جا شده اینجا که اصلا نونوایی ما نیست، اصلا نونوایی نیست، اینجا رستورانه. دارم خواب میبینم. من تو رستوران چه کار میکنم؟ شاگرد رستوران شدم، یادم نبود. پس این خمیر رو چی کار کنم حالا؟ چه استفاده کنم ازش؟ وای ای وای گند دارم. وای محله 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 گل و بن بن، محله 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 گل و بن بن. گل بن بن 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 گل بن بن. قصه ما شروع شده از سر نو دوباره. محلمون تو هیچ کجا شعبه دیگه نداره. گلا پرامون گلستونه، صدای خنده تو هر خونه. قما بره الهی که شادی فقط بمونه، قما بره الهی که شادی فقط بمونه. محله محله شاتر باشی، نونای تازه داره، میوه فروش و گل فروش، سبزی فروش و نونوا. کار میکنیم با هم دیگه توی محله ما. آسمونه تکی داره، ابرای پشمکی داره، دار و درخت سبز و سبز همیشه بهار. آره محله 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 گل و بن بن، محله 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 گل و بن بن. آدمای صمیمی دور همی، بگو بخند شادی و شب نشینی. پنجره های خونه ها آبی و سبز و قرمز، شادی بمونه هیچ کسی غصه نبینه هرگز. محله 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 گل و بن بن، محله 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 گل و بن بن. گل بن بن 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 گل بن بن. شما مطمئنی؟ بله. ایشون اصلا خودش گفت اصلا بوی غذا به من میخوره، من کلی انرژی میگیرم. اینقدر آقا ساقا راست میگن اینا. بله شاید با تو بود، چرا با تو بود. من دنبال خانم تمنی شغل جدیدم، این کاری که آینده داشته باشه. بله. خب اون وقت نونوایی چی میشه؟ نه اسمش هم نیارین دیگه، حرفش هم نزنین. آره شاگرد و استاد خودشون با خودشون خوشحال من بودن دیگه. باشه، ما حرفی ندارم. من الان چی کار باید بکنم؟ همین الان میتونی کارتو شروع کنی. من بهت میگم. ببین شما برای زور باید فرین درست کنی واسه مشتری، آرد برنج ارگانی که کمیاب هم اون پشت. آقای شباش این دستمال، این دستکش اینجا رو تمیز بکن، حالا تا شروع کارت. دستکشی دستکشی پس که ما غذا درست کنیم. خب غذایم که میخوایی درست کنی اول باید همه جا تمیز باشه دیگه، اول نظافت بعد آشپزی. بفرمایید. مشغول شو خودی کار کنیم. رئیس این آرتورد این پشت نیستا؟ بابا همون جاست دیگه، تو اون گونیه، همون پشت. خوب بگم من رو برای تمیز کن قشنگ کنی جانو. منظورت این جاکت هست؟ آره دیگه همون. ای آرداش کن. من نمیدونم حالیه.
ایوا اینجا مگه میشه؟ این ما اینا من من آردای این طبق آدم میگم در این رو باش خمیر درست کردم صبح که بلند شدم. چی؟ خب تقصیر من نبود، من یه آم تو نونبایی بودم، فکر کردم اینجا نونباییه، بعد طبق عادت بلند شدم ناخودآگاه دستم ترخیر خانم چمنی خمیر یه یلک سب کن. شما با آرد ارگانیک برنج ما اونم از نوع کمیاب خمیر درست کردی؟ چیز دیگه ببخشید، خمیر خمیرش دیدم شما چه تنور ندارین، دیدم تنور ندارین که دادون درست کنم، بردم دادم اونا نون درست قاطی خمیراشون کرد. خمیر رو چیکار کردی؟ خب خمیر رو بردی چیکار کردی؟ دادی بهشون؟ ای وای ما، ای وای ما، حالا چیکار کنم؟ آرد برنج ارگانیک که کمیاب ما برداشته برده اونجا داده، وای خدای من، حالا چیکار کنم؟ خانم ببخشید دیگه، چیز دیگه ببخشید نداره، ببخشید نداره، شما باید تنبیه بشی تا بفهمی اینجا رستورانه نه نونوایی. همه نیومدم تنبیه. بله بله، الان اینجاها رو تمیز میکنی، همه میزایی تمیز میکنی، آشپزخونه رو تمیز میکنی، بعدش هم شب هم میدی تو لباس بادی. کمانی نه لباس بادی، لباس بادی نه. بله لباس بادی، لباس بادی. بیا بیا خوش کار داریم هم بیا برسه بریم چی کار میکنیم؟ ما بریم میریم اینجا آرد برنج ارگانیک که کمیاب پیدا بکنیم تا این آقا برنداشته خمیر درست کنه. لباس بادی نه، اصلا نگران نباش، اصلا هیچی نیست، زود تر تمیز میکنی دیگه جمع میشه دیگه، نگران نباش. خودی کار داریم، باید برنج تمیز کنیم، سیب زمینی پوست بگیریم، با بادمجون رو مرداریم سرخ کنیم، خودی کار داریم. ببین ظرف میاریم، ظرف میبریم، دوباره میاریم، ظرف ها رو میچینیم اینجا، ایمون کنم ظرف ها که کثیف شد دوباره جمع میکنیم میبریم. قره به کلی خوش بگذرونیم، دست به جنبون قره بون، دست به جنبون قهرمون، قهرمون قهرمون اینا رو بلد نیستم. سلام دیگه بابم، چه هوایی چه غذایی، آقایون خانوم ها خوش اومدی به اینجا. سر کاریم یه شغل خوشمزه داریم، کار توی آشپزخونه، آشپز مردم میپزیم، حلیم گندم میپزیم، شغل جدیدمونه، غذای سالم تمیز مقوی و خیلی لذیذ، دیب که روی اجاق میره مواظبیم تا نگیره، پر میزنیم خیلی سری از این وری و از اون وری، نبی نمک نشوره بخورا ببین چه جوره، پر میزنیم خیلی سری از این وری و از اون وری، نبی نمک نشوره بخورا ببین چه جوره. همچون و همچین میپذیم، بابلم رو دم میذاریم، روغن و نمکم میذاریم، نسان دویش و پیتزا غذای سالم به فرما، بوی غذای پیچیده مشتری صف کشیده، باعث خوشحالیه دست بختمون عالیه، پر میزنیم خیلی سری از این وری و از اون وری، نبی نمان نشوره بخورا ببین چه جوره، پر میزنیم خیلی سری از این وری و از اون وری، نبی نمان نشوره بخورا ببین چه جوره. سوسف میشه یار جلنده، بابا اسکیت ها رو در آورده دوباره، یار جلنده بابا سننم، بله بله اینا رو دوباره در آوردی که آره دیگه میدونو چرا؟ چرا؟ به خاطر اینکه این تنها کاریه که از دستم بر بیاد تا محلمون تمیز و زیبا باشه. آها پس شما یه جوری داری کمک میکنی که آسمون شهرمون تمیز و پاک بمونه. بله دیگه آخه میدونه
انسان چی فقط نباید حرف بزنه چه باید عملم بکنه دیگه. من هر کاری از دستم برمیاد انجام میدم تا این وسیله نقلیه که باش استفاده میکنم بدون دود باشه. حیاز جان من به تو افتخار میکنم. منم به شما افتخار میکنم خانم. منم به شما دوتا افتخار میکنم. شما نمیخواد افتخار کنی. شما اینو جواب بده به من. اینو بگو مسلحتون جواب بده. شما میگه آسمان آب زمین پاچ حق مسلم ما بچه هاست. بله این شما به تنهایی چکار کرده؟ بابا این دیگه سوال نداره که من پیاده تا استودیو میرم. بله بله اون که به خاطر جیب جناب آلوه که این کارو میکنه. نه نه هیچ نکنه میدونم. من از وسیله عمومی، وسیله نقلیه عمومی، وسیله شهری مثل همین اتوبوس شهری مثل مترو اینا استفاده میکنم. همونم در راستای اون هدف قبلی که الان گفتمه. بله بله من اصلا چه خودرو تک سرنشین سوار نمیشم. مگه شما ماشین داره چه هستن خودرو تک سرنشین سوار بشیانه عجب. ای از مرا نگاه بکن. مثلا خود رو هم داشت. گواهی نامه داشت. گواهی نامه نداشته. خب شما چرا ماشین نخریدی برای من که من برم گواهی نامه بگیرم؟ الان دست فرمونم داشتم. بدون گواهی نامه من ماشین. ماشین باید گفت ماشین. نه راست میگه. آره من بلند شدم برم اون دفترچه خاطراتو بیارم. نه نه نه. اطرافیان چی نظر دادن در مورد ماشین خریدن ما برای شما ببینیم چی. نه 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 نه. اصلا تک به تک من میخونم. ماشین برای چی؟ ماشین خوب شد نخریدی. فقط دفترش رو نیار. مامان جان شما به جای این حرفا مثل بابات یک وسیله نقلیه تهیه بکن که دود نکنه. مامان جان چش دود میکنه. آسمان آبی زمین پاک حق همه ما بچه ها. اینو من میگفتم تو استیدی. اینو من گفتم. اینو من میگفتم. اینو من سروده. بله سروده. بله من تو بله من سرودم تو بگفتم که تو گفتی اونجا ما سروده. ما چیه؟ الو سلام بده من. سلام خوشحال چی؟ آقای خود بده من. استاد جرسنی؟ چه؟ با برفک؟ الان اومدن؟ چی؟ بله بله گوش گوشی بده بابا. آقای خوشحال. آقای خوشحال چی میگه؟ چی میگه؟ الو سلام. بله؟ چی شده آقای خوشحال؟ آها نه برای چی؟ وای الان میرم، الان میرم، خداف، خداف. چی چی چی؟ آقای خوشحال بود میگفت که این برفک و آقای استاد زیرزنه با یکی دیگه اومده تو مغازه داره یه کارهایی میکنه. من چه میدونم بریم ببینیم. آره زود باش بریم دیگه. آره آره جان جان چرا ماشین؟ ماشین چی؟ ماشین چی؟ من اصلا به ماشین آلرژی دارم. آقا میگم چرا ماشین لباسشی کار نمیکنه؟ میخوام لباس هم بدم. یادم انداختی ماشین لباسشی خرابه. برنش برو توی حمام. یک بار لباس چرک هست قشنگ اینا رو چنگ میزنی. پتورم چی؟ لکت اینجوری اینجوری میزنی میشوری. بریم برگردیم مشغول باش. بفرمایید بایا خطا خطا سر بیا. اورنگ لباس خیلی داریم. لباس خیلی داریم. سر بیا مامان. چه باشه دارم بیا ماما جان جان پتور رو گفتی اینجوری میشه؟ پتور اینجوری اینجوری میری توی تشت اینجوری. آها باش دارم میام. مراقب خودت باش. خب رنگ آمیزی اینجا هم تموم شده. دستگاه رو میذاریم اینجا. میز مدیریت هم اونجا. اه 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 من میگم میز مدیریت رو بزنیم کنار در خیلی بهتره. اینجا بهتره استاد. ببین برفکی مهم اینه که مونیتور رو روبه این بر باشن که بچه ها که از اونجا دارن رد میشن نبینن بازی ها رو. بعد تمرکز بازی کنامون هم به هم نریزه دیگه. بله شما راحتید. بله بله. سلام علیکم. سلام علیکم. چه خبر اینجا؟ چه خبر میخواید باشی؟ داریم کاسبی مونه رو میندازیم. کاسبی؟ بله. چه کاسبی؟ کلبه بازی و سرگرمی. چه بازی؟ چه سرگرمی مثلا؟ سرگرمی های مفید. بازی های جذاب برای تمام گروه های سنی. نه دیگه شما نمیتونید این کارو بکنید. مگه چرا؟ برای که شما مجوز ندارید. خب مجوز میگیریم. بنده به عنوان رئیس شورای محله شخصا و رئیسا به شدت مخالفم. جناب عیاض آقا این چه کاری شما میکنید؟ چرا نمیذارید بچه های محله شاد باشن خوشحال باشن؟ اینجوری؟ چه جوری؟ ما که هنوز کارو شروع نکردیم.
ما که میدونیم شما میخواید چی کار کنی، هدفتون چیه؟ خب هدفمون چیه؟ گمراه کردن بچه ها. دستی شما درد نکنه آقا پورن، بذار ما کاری شروع بکنیم بعدم بیاین این حرفا بزنین. هنوز کاری شروع نکردی، شما قضاوت کردی. اصلا خودشون این میگن راجع به مردم قضاوت نکنید، قضاوت نکنید، بذار پشت میفته ها از همه بدترن. بینی اصلا بینی آوی آقایون، خانوما توجه لطفا گوش کنین خوب. ما میخواییم این مغازه رو تبدیل به کلبه شادی و سرگرمی بچه ها بکنیم. کار بدی میکنیم. آخه شما چی رو اذیت میکنیم؟ باید حمایت کنن از ما. شما همه تون باید حمایت کنین از ما. بله. برای اینکه بچه هاتون شاد باشن. بله. سرگرم باشن. باشن. داداش، داداش، بچه ها مامان جون چی شده عزیزم؟ باز تو محله داره کلوب بازی باز میشه. بازی برای شاد کردن دل بچه ها. جان من راست میگی؟ آره الان خودم دیدم. هورا کلوپ بازی دیدی کلوپ بازی دیدی داره این کلوپ بازی رو میندازه. نوراس خاتو برفق و استاد جرزنی تو دفتر سابق آقای خوشحال و آقای عیاش. چی برفق و استاد جرزنی؟ ببینم داداش حالا کی قراره بازگشایی میشه؟ حتما به زودی دیگه. شماها به هیچ وجه اجازه ندادین برین اونجا. نمیدونم، همین کم مونده بچه های من پاشم برن کلوپ بازی برفک و استاد جرزنی. مادر من، ای بابا، این چه طرز برخورده با ماست؟ چرا ما رو از خوشی های روزگار محروم میکنی؟ این خوشی نیست مادر جون، بدبختیه. شما بچه ای نمیفهمی هنوز. آخه ببخشید فیفا 2019 کجاش بدبختی؟ من نمیفهمم. آره یا مثلا فورتنایت چه اشکال داره؟ آره همش اشکاله، همش اشکاله. گفتم نمیریم بگین چشم. نمیدونم آخه گفتم نمیریم باید بگین چشم. همین که من گفتم بفرمایین چشم. نشیدم چشم. حالا باید چی کار کنیم داداش؟ یه چی دیگه، باید دنبال یه راهی بگردیم تا مامان رو راضی کنیم. یه با من یه چیزی خوشتم مامان گفت نمیشه. درست اونگرد گوشت خوری، اونگرد گریه گریه، اونگرد گوشت خوری. باشه باشه خواهر، خب آخرشی بگو، آخرشی شد. هیچی دیده مامان گفت هرچی گردم گوشت بخوری گریه بکنی من اونو برات میخرم. ای بابا گریه با گوشت فایده نداره که. نه نداره. باید یه راهکار جدید پیدا کنی. من باجی برای اینکه بریم بازی کنیم دیگه. نازو شماشان تماشان نکن عزیز من، چه کاری؟ نگاه کن آقا، نکن داری همه رو از گوش میگیری، فمل میکنی همه رو. آقا نکن نکن نکن، پوسته باید بگیری دیگه. اینا رو آخه این کمان بیاد ببین، آخه ناراحت میشه. نگاه کن آخه اینه گالش درست کردی. خب چی کار کنم بابا، نمیبینم. اگر پیاز خورد کردم جلو چشمو نمیبینم. تیجری تیجی کار کنم عزیز من. این کاری که ما داریم الان انجام میدیم در برابر اون کاری که شما توی نونوایی انجام میدیم با دو تا اوسا اصلا چیزی نیست که. کی گفت چیزی نیست؟ چیزی نیست. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. پوست 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 پس چرا مثل شمشیرزن نابینا چشاتو بستی؟ مال گاز پیازه، گاز پیاز افتاد چشم درست نمیزه. سلام علیکم. سلام. 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 سلام.
اومدم یه سوال از شما بکنم ببینیم چی چیکار باید بکنم. در مورد چه چیزی؟ اینکه ملکه خانوم میخواد وسط میدون ویدیو کلوپ را بندازه. وای چه قشنگ میشه. بابا ملکه خانوم میخوان این کارو بکنن. خب مگه میتونن همچی کاری بکنن؟ اگه مجوزشی داشته باشن زرا نمیتونن. نباید بهش مجوز بدن. فعلا که کار خلاف انجام نده که مجوز بهش ندن. حالا برای چی میخواد این کارو بکنه؟ برای اینکه ذهن بچه رو درگیر کنه به اون چی که خودش دوست داره. خب حالا الان باید چیکار کنی؟ همون دیگه ما اومدیم از شما سوال کنم چی باید کار بکنم. آها اینه. بله چی شد چی؟ اینا چی؟ بادم جونه دیگه. هیچی بادم جونه داریم کار میکنیم باش دیگه. آره داریم کار میکنیم بتونی این کار انجام بده قشنگ. داریم روش کار میکنیم؟ بله. تمام پوست بادم جونه رو چسبونی به گوشتش. نگاه چجوری پوست گرفته بادم جونه. تمام گوشت رو نگاه کن. نگاه کن این چسب بودندن بادم جونه این چیه؟ ببخشید این چشم نمیبینه. چی جا؟ گاز پیاز با چشمش این کارو کرده. چی ببینید من سیب زمینی خود کردم بعد پیاز خورد کردم رفت تو چشم اشکم و الان نیکی نمیبینم. آها آه. دلیل سیب زمینی هم پوست کردی؟ بله. سیب زمینی چی تو پوست کردی؟ اینا شاهدم عالی بوده. عالی سیب زمینی هم مثل همین پوست کردی؟ خیلی خوب خیلی خوب سیب زمینی هم پوست کردی. پوست سیب زمینی ها کجاست؟ همه رو جمع کردیم اون پشته. اون پشته؟ خب برو بیاده. میگم حالا که آقا عیاض و هم فرنگ تشکیه آوردن حالا باشه دیگه بعدا من میارم ببینم. بله اینه رو حالا بگن. بله این راضی به مسئله مهمه کلبه بازه سایه ها. آقا عیوز اجازه بدید شما یک لحظه. احترامتون واجب اما ما اول باید بفهمم لباس این سیب زمینی های مایه چجوری از تنشان در آوردن؟ بعدا حالا راجع به اون کلبه بازی سایه ها صحبت میکنیم. پوست سیب زمینی ها رو بیارید ببینم. اون گذاشتم پشت. برو بیار دیگه. چی شدی شما پر؟ بله بیا دیگه. خب بیا ببینم دیگه. ببینیم سیب زمینی رو چی کرده. همش اوخ کرده. نگاه کن ببین چی کرده. نگاه کن بفرمایید چیگه میخوا ببین. پوست سیب زمینی رو همشه لباس اینا رو اتنشون درورده بیچاره چقدر زخمی شدن. یک لباس قهوه‌ای یه قشنگ اینجوری اتنش در میارم. اونم حریر اینم قشنگ. ببین چه کردی؟ سیب زمینی رو همشه چسبونی به پوستش. گناه دارن اینا. اصلا مزون رو ریخته به هم. هرس نخورید شما دیگه. هرس نخورید. این تازه شروع کارشه دیگه. وقتا هم جمع نده دیگه. تو شروع کارشه که نمیشه که. شما باید سعی کنی یاد بگیری. اصلا آقا جان شروع کارشه. آره؟ نمیخوام اصلا شما دیگه پوست بکنی سیب زمینی ها؟ شما همون زرف بشون که ما راحت تر. از وظیفه من شد فقط تو فقط زرف. بله وظیفه اصلی شما زرف شدیه. بله بزر جان اینجا رو ولکن برو تو آشپزخونه مشغول شد. بیا چشم بسته نه فقط نمیبینم. بیا من رو بگاه آدرس بده بیا اینم بده ببره بوی پیاز امزا پیتر ببر اینا رو اینم بگیر شما فکر نکنید اینجا باعث بیاد. نگاه کن شما هم دوتون بابت اینتون جریبه میشین. بابا چی؟ برای اینکه بایستادین اینجا بر نگاه کردین هر بلای خواسته سر لباس های بادمجون ها و سیب زمینی و پیازا آورده همچون نگاه کردین. خب چون من خواستیم یاد بگیره خودش چی بشه. نمیخوام 100 سال یاد بگیره. ببخشید نباید بزاش یه اتفاق بیفته. ببخشید خانم چمنی ما باید چی کار کنیم الان؟ گوش بخیر ببینید آقا پورن باید پوست پیاز بادمجان و سیب زمینی رو جوری گرفت که وقتی این لباس از سرشون در میاد احساس ناراحتی نکنن. باید به دقت این کارو کرد. بله دست شما در نکنه. در مورد آشپزی نپرسیدم. در مورد ویدیو کلیپ بازی شادی که ملکه خانم میخواد راه بندازه سوال کرد. اونو چیکار کنم؟ اونو میگی؟ بله نمیدونم.
اومدیم. خب همه چی همون جور شد که شما میخواستین. آقای متخصصم اومد خیلی زود قرداد کلوپو به ما تحویل بده. اهالی محله چیزی نگفتن؟ چرا سر برم؟ آقای عیاض به امپورنگ مدوندن اینجا گفتن که ما نمیزن شما این کار بکنید. گفتم که کار خلافی نکردیم که شما کنید کار برو بگیرید. بله این کارون کاملا قانونیه. بله ببینم به آقای متخصص گفتین مانیتورا رو یه جوری بذاره که دیده نشن؟ بله گفتیم جایی ما رم دم در بذاری که اومدن بچه ها با خودشون باشه ولی رفتنشون استاد به من نگید استاد من کوچیکتونم. چه عالی سیاهیم و سیاهیم و تاریکیم به آخر قصه یک نزدیکیم از قصه ی آدم هم با شادی شاد دلمون کلی بدی میخواد نوکریمون تا ابد شاگرد تن من در سایه تازه تر بده استاد جون لطفا در سامو از برگردم و با گل نقشه دوست دارم زودترین محل به نابوشه چاکریم شاگرد خوب و زرنگ من برفک هیلگر و ناز و قشنگ من کارای بد و بلدی بهتر از خودم دیگه وقتشه که خودم شاگرد تو بشم. سیاهی ما سیاهی ما تاریکیم بخر قصه دیگه نزدیکیم از قصه یه آدم ما شاد میشاد دلمون کلی بدی میخواد این آدم ها راحت دل میخورن ای بای کنان همین جوری پیش میره که تو میخوای یواش یواش کل محل بگم آدم ها با پای خودشون دارن بیان به سمت ما چیزی نمونده که بیافتن تو یه تله برفک بد جنس و سیان همینه بله سیاهی ما تاریکیم به آخر قصه دیده نزدیکیم از قصه ی آدم ما شادیم شاد دلمون کلی بدی میخواد سیاهی ما تاریکیم به آخر قصه دیده نزدیکیم از قصه ی آدم ما شادیم شاد دلمون کلی بدی میخواد. یعنی چه آخه؟ ذهن خانم چمنه اینقدر درگیر بود درگیر پوست کندن این سیب زمینی بادام جناش که اصلا نترس به ما کمکی بکنه. آخه اینقدر این چمنه جان رو محصولات باغش حساسه که اصلا حق حساب نداره. چی بگم؟ ولی من نمیدونم تو کله این ملکه سایه ها چی میگذره. هر چیگه هست خوب نیست مطمئن باشید. آخه اصلا مگه تو کله اینم چیز خوبی وجود داره؟ کله ملکه رو میگم. بله بله ما باید حتما این گنز رو پیدا کنیم. والا آقا جان جان چند تا مرغداری اطراف محله رو رفته گشته یه تخم مرغ مشکوکم پیدا نکرده. نه بعد میرفت دیگه من از اولم گفتم بابا گنج تو مرغداری نیست. شما که همش میگه انزانست امزانست انزانست وقت میدونه خب بگو کجا هست همش میگه نیست بگو هست کجا هست. خب نمیدونم دیگه باید بفهمیم. ادای منو در نه منظرم باید بفهمیم. میگم ایاد اون دوستت بود باحت نه نه جاوید نوک زبون ما رهبر نه قدرت قدرت نه 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 چه راوی نمیتونه به ما کمک کنه. چند وقت معلوم نیست کجا هست. تو خواب آخری هم که دیدم پیش ننه سرما نبود. البته اجرم بود سرندرو میکنه اجرم بود ازش میپرسیدیم 100% میگفت برید جوابشو خودتون پیدا کنید. آه عیاز میگم چقدر نفس سخت شده من دیگه نمیتونم. خیلی سخت شده خدا به دادمون برسه آخر عاقبتمون به خیر بشه انشاءالله. آره بسپر به من میتونم. اینجا حتما یه راهی به بیرون باید داشته باشه که برفک تونست از اون بره بیرون.
باید پیداش کنم. کجا میتونه باشه؟ آره خودش. برو پیش نر سرما بهش بگو من اینجا هم و حالم هم خوبه. بهش بگو وقتشه که آینه راستی رو برسونه به دست پورن. برو فقط بخند، سخت نگیر زندگی رو، فقط بخند، ساده بگیر همه چی رو، فقط بخند. بازم یه روز نو اومد، خدا رو شکر، دیروز گذشت خوب و بد، خدا رو شکر. خیلی قشنگ زندگیم، خدا رو شکر، باید همه بلند بگیم، خدا رو شکر. همه بلند بگیم خدا رو شکر. بازم یه روز نو اومد خدا رو شکر، دیروز گذشت خوب و بد خدا رو شکر. خیلی قشنگ زندگیم خدا رو شکر، باید همه بلند بگیم خدا رو شکر. باید همه بلند بگیم خدا رو شکر. بچه ها راضی بودین؟ لذت بردین؟ پس برید خونه هاتون. بفرمایید بفرمایید. باریکالله ماشالله جیجه رنگی ها. بوده 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 جان همونی بوده برو بوده ماشالله قربونتون برم. چقدر بزرگ شدن. آفرین به توی گل پسر. قربان شما. خسته نباشی. شما خسته نباشی. مگه با این بچه آدم خسته میشه بابا جون؟ داری میری سر کار؟ با اجازه شما میخوام برم سر کار. میگم از این بار چه خبر؟ اونا؟ اونا هیچی، میخوان یک کلوپ بازی شادی رو بندازن. حالا باید چی کار کرد؟ هیچی، حالا قرار شده شب جلسه بذاریم فکر بکنیم که چی کار میتونه بکنیم. باید فکرامون رو هم دیگه بذاریم بیا نتیجه برسیم ببینیم چه جوری میتونیم با این ملکه خانم مبارزه بکنیم. بله، حالا شب ببینیم همه چه فکر ایده ای دارن. حالا
حالا کوتاه شب. آره آقای عزیز کجاست؟ یه سر رفته تا خونه به عزیز جان سر بزنه باش صحبت بکنه. صحبتی چی؟ مثل این که عزیز جان میخواد تو کلوب ملک خانوم ثبت نام بکنه. اه کلوب که هنوز راه نیفتاده، باز نشده که. و همین دیگه، این ملک خانوم ملک سایه خیلی زرنگه، میدونه چجوری باید توی بچه ها نفوذ بکنه، اینا رو جذبشون بکنه. دقیقاً هرچقدر ما این بر به بچه هامون بیتوجه شدیم، اونا همه هم مقامشون رو گذاشتن برای بچه های ما. بله، دایی عزیزتر از مادر شده. حالا ببینیم شب چی کار میکنم و چه فکر زمان میرسه. برو به سلامت. کاری ندینی شما؟ نه نه، فقط سنگین رنگین بانه دو، برو زود برگرد. بنام دو. بیگار میرسه. تلفات دادم. که چهار بود. بجازه. به سلامت. قربان شما، خدا حافظ. عجب فسادی داری ما بایی. عزیزم با ما که غذا نخوردی؟ پاشو برو غذا تو بخور، یخ کرد دیگه. نمیخوام دیگه هیچ وقت غذا نمیخورم، اصلا اونقدر گشنه میمونم، اینقدر گشنه میمونم تا لاغر بشم محض بشم. ای وای نگو این حرف رو نلم میگیره. نمیخوام، یعنی من با تو قرم، اصلا قر جهانم. نمیشه که تو بری تو کلوپ ملکه ایسایی آبازی کنی. ها چرا نمیشه؟ به خاطر اینکه اونجا اصلا جای مناسبی نیست. راست میگه بابا. مگه شما رفتی که میگین جای مناسبی نیست؟ نه ولی برفک استاد جرزنی رو میشناسم. نه میخوام، من میخوام. هنوز که راه نیفتاده که تو داری اینطوری میکنی. بالاخره که راه میفته نیلو فدا. بذار راه بیفته ببینیم چه جوریه که بعد تصمیم بگیریم بریم یا نه. دقیقاً. نه خیر، راه بیفته راه نیفته من نمیذارم هیچ کدوم از شماها پاتون رو بذارین اونجا. همین مونده شما برید پیش بارفک و استاد جرزنی بازی کنی. نه مخوام، من مخوام. بی خود مخوای. اصلا من با تو خر جهانم، اصلا من گریه میکنم. گریه نکن، گریه نکن، چرا گریه میکنی؟ ایوا همساری، همسا کم ببین چی کار کردی. ایوا یعنی چی بذارم بچه هم بره تو کلوپ سایه ها؟ داری گریه میکنه دیگه، هنوزی که اونجا باز نشده که، حالا بذار باز شد، یه تصمیم میگیری، یه کاری میکنی. همسانی اون دیگه گریه نمیکنه، خودت داری گریه میکنی. بچه همه گریه میکنه، خب من گریه هم میگیره. خیلی خوب بس کن این جفتتون، عزیز جهان باشه، گریه نکن، تو هم همسر شما هم گریه نکن. اونجا باز شد، محیط شد، این بعد تصمیم میگیریم. دست درد نکنم شکم. خواهش میکنم، حالا پاشو غذا تو بخور پسری. باش باش. حالت چطوره؟ احوالت چطوره؟ بده مبارک هرمونت بره. بابا یه شعر بخون یه خورده حالم خوب شه، منقلب شدم بابا. باشه بابا، دست گریه نکن دیگه، میخونم. خدا تو دنیا به من دو تا فرشته داده، من و مامان و بابا میشیم یه خانواده. عزیز خونه منم، خوشگل جهانم، جون دل بابا چی بشه؟ قصه فردا رو میخوری که چی بشه؟ قدر خونواده ای که داری بدون، تا همیشه پیش همونا بمون. هر اشتباهی کنم میبخشنم دوباره، کی بیشتر از مامان و بابا منو دوست داره. کاشوی وقت نشکنه قلب مامان و بابا، کاشوی همیشه از من را دنیا تکه. ماسه من خانواده همه چیزه، مثل جونم واسم خیلی عزیزه. کاشی یه وقت نشکنه قلب مامان و بابا، کاشی همیشه از من راضی بمونه.
من جو... ببینید چی شد؟ جا با شما نبودم. بله تمام غذاهای ما ارگانیک هست. شما تشریف بیارید یک بار میل کنید خودتون دوباره میاد. بله رزرو کردم. خدا نگهدار. یه بشقاب دیگر دستش افتاده شکست. ای بابا تو الان چند تا بشقاب دستش افتاده شکسته؟ شش تا. هفت شد دیگه. خب این فدای سرش، ولی همینجوری بخواد پیش بره دیگه بشقاب واسه ما نمیمونه. هشت. شباش؟ بله. بیا ببینم اینجا چی شدش. بیا ببینم چی شده. یه دونه لیوان افتاد شکست. خب تو حالا چند تا لیوان از دست شما افتاده شکسته؟ نه این چهارو میشه. شما میخوای ما این بحث شکسته کنی با این کارا؟ نه ببینیم مواد شویندشون لیزه میخوره به اینا به لیوان زود لیز میخوره دست هر کی بدیم میفته میشکن. ببین آقا شباش نمیخوام ناراحتت کنم، ولی ما دیگه نمیخوام اصلا شما ظرفا رو بشوری. چیکار کنم؟ اصلا احتیاجی نیست شما ظرف بشوری، همینجوری شما ادامه بدی والا ما دیگه چیزی نداریم اصلا بذاریم جلوی مشتریای رستوران. یه وظیفه به من بده، یه کار. هیچ کار نکن. رئیس را بله. من میگم اینو بفرستیم لباس بادی شاپ، اونجا دیگه چیزی نیست بشکنه که. آب باری کل. آره این خوبه. شما برو یه گوشه پیدا کن بشی حالا تا شب بشه بری تو لباس بادی، این بهتری راهه. گوشه اون کدوم باشه؟ برو همونجا دیگه هر جور دوست‌داری بشی. هر جور دوست‌داری. فقط دست به چیزی نزن یا هیچ چی دست نزن. خب اصلا کاری به هیچی نداشته باش. شما برید ظرفا رو بشورید. چاش. پول این ظرفای شکسته اینم از شما دوتا کم میکنم. رئیس برای چی از ما کم میکنی آخه؟ برای اینکه شما دستی آوردی تو رستوران ما. همونجا آروم بشه دست به چیزی نزنیم؟ نه بزنی شما رو دیگ داریم، ولی خب یک خورده شما حواظ پرتیم. اینجا محل ماست، خونه ما اینجاست، تو دل اهل محل شور و امید پیداست، یکیمون می بفروش اون یکیمون نوباست. اینجا تو هر خونه گل توی گل دونه، دلامون گرم و خوشه هر لدی خندون، دلمون گرم و خوشه حد لدی خندونه. روی در و دیوار نقاشی و گل دار، یکیمون خونه داره خونه هامون جا دار، بعضی ها تو بازار هیچ کسی نیست بیکار، غم و قصه نداریم از بدی یا بیزار، غم و قصه نداریم از بدی یا بیزار. خیلی متشکرم. من بازم تکرار میکنم به خطوط سفید احترام بذارید، از ما که گذشت، اما شما این کارو بکنید جان من این تن بمیره، ما بین خطوط سفید رانندگی کنید، از شما خواهش میکنم. اینجوری نه تصادف پیش میاد، نه ترافیک پیش میاد، نه گرفتاری، شهری سالم و تمیز خواهیم داشت. متشکرم. سلام. سلام علیکم. از این طرف ها من یه سوال داشتم. ببخشید امید همه رو ندادی؟ امید همه؟ ها. نه ایدم. چطور؟ آخه داشتیم با هم مرتب خرید کنیم، خب بیایی همو گم کردیم. یعنی چی؟ امید همه گم شده؟ نمیدونم. یعنی چی؟ من متوجه نمیشم، میشه توضیح بدی بیشتر؟ بله ما رفتیم توف بخریم، خب با هم به تفاهم نرسیدیم. مگه توپ خریدن تفاهم میخواد؟ ها چرا نمیخواد عمودان بری؟ آخه مغازه توپ فروشی اون طرف خیابون بود، واسه رد شدن از خیابون به تفاهم نرسیدیم که نرسیدیم. من نمیفهمم یعنی چی؟ چیکار کرد الان؟ کجا چی شد بالاخره؟ آخه امید همه گفت بیا از روی پل آبه بریم، من گفتم نه بیا از زیر پل بریم. آخه من خسته میشم از پلا برم بالا. امید آه خسته نباشی. ممنونم سلامت باشی. یعنی شما از پل آبه پیاده رفتین؟ نه خیابون شلوغ بود. آها پس
از خط کشی آبر پیاده رفتی؟ نه نه. پس چجوری از رو سر من رفتی؟ نه بی خیال توف شدم برگشتم اینجا. تو جابون آیا کجایی تو؟ خود کجای پس؟ من دم مدرسه تو بوجی بودن دیده. از اون موقع اونجایی؟ تو جایی؟ آخه من دم یابا شلوغه خطرناکه بی خیال توف شدم آدم اینجا. خب اومدم بگم مامان جان تعداد نکردم تو از فول دست از دست این عزیز جهان. برای چی بچه مردم وسط خیابون ول کردی اومدی اینجا نشستی کنار من که چی دماغ من الان تو کاج تو به دردل بیام. خب اما توجه نکردی و خیابون شلوغ بود میرفتم خدا نکرده زبونم به ماشین میزن خوب بود. نه بابا مگه اونجا خط کشی عابر پیاده نبود؟ چرا بود؟ سر خیابون بود. مگه پل عابر پیاده نبود؟ تا اونجا میرفتم من خسته میشدم اما دارو نمیخواستم برم خسته نباشی زنده باشی. ها حالا بازو ببینم توف خریدی یا میده همه ها توف خریدی؟ نه واسه چی؟ بو پیش تو بود ای بابا چرا پول پیش من بود؟ آجه اوده توفتی پیش من باشه داشت بگره داشت که بگره. حالا چیکار کنم؟ حالا سب کنید من با بچه ها خدافزی کردم با هم دیگه میریم توب میخریم. بچه خدافز بذار من خداحافظی کنم دو کلمه صحبت کنم بعد بریم دیگه زشت دیگه. من با این دوتا بوریجک ها برم اینا با هم منو دق دادن دیگه. میام تو این کوچه تو همین محل همین خیابون همین بغل خونمونه زمین تمیز پاک آسمون پر از خون است تو محلمون دونه 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 شکر خدا همو داریم تو دل ها شادی میاریم آسمون آبی داریم روی زمین گلی کاریم